همونطور که گفتم قراره این موضوع رو امشب از دو طرف بررسی کنیم. فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در استودیو همراه منه. و در گزارش سیاوش هم شنیدید، گروه تازه تأسیس فرشگر که اعتقاد داره که باید براندازی بشه، علیرضا کیانی فعال سیاسی و عضو این گروه از واشنگتن همراه ماست. آقای کیانی، میخوام از شما شروع بکنم. چه نیازی دیدید، چه جای خالی حس کردید که فکر کردید باید چه این گروهی تشکیل بشه؟ من سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، مردم تو دی 96 به خیابونا اومدن و علناً و صراحتاً خواستار براندازی رژیم شدن. بخش قابل توجهی از مردم در واقع حتی یک شعار در چارچوب گفتمان مطلوب در واقع اصلاح طلبان داخل و یا در واقع اعتدال گرایان سر داده نشد. مردم علیه سیاست خارجی رژیم، علیه فساد اقتصادی، علیه انزوای جهانی، علیه ناکارآمدی داخلی شعار دادند و صراحتاً گفتند که این رژیم یک رژیم ضد ایرانی است و فریاد زدند که میمیریم میمیریم، ایرانو پس میگیریم. خب این بغض و صدای مردمی بود که سالها انکار شده بودند و پس از اونم دیدیم در ماه دیگه ادامه پیدا کرد. خب درسته ما خارج از کشور هستیم، اما ما ایرانی هستیم، از اندونزی که نیومدیم، دل و جان ما با اون مملکته. خب چی از ما برمیاد؟ این که پژواک و انعکاس صدای اون مردم باشیم، به عملیاتی کردن شعار ایران رو پس میگیریم کمک کنیم. صدای مردمی که الان خودتون حتما تو برنامه‌هاتون بهش اشاره کردید، خود مقامات رژیم در واقع بهش اشاره می‌کنم، 20 میلیون از اون مردم الان در حاشیه نشین هستن، عملاً زندگی در حاشیه رو خودمون تبعاتش رو می‌دونیم. خط برق در ایران به 5 تا 6 تومن رسیده. من چون یه نکته جالبی اشاره کردید، گفتید کمکشون می‌کنید که بتونن ایران رو پس بگیرن، از چه راهی؟ خب در واقع ما همونطور که الان خدمتون عرض کردم، میخواییم به عملیاتی کردن اون شعار ایران رو پس میگیریم کمک کنیم. ببینید، فرشگر یک حزب سیاسی نیست، یک شبکه است. خب یه ساختار پروژه محور داره، یک ابر پروژه داره که اون براندازی جمهوری اسلامی باشه، یعنی ساقط کردن این نظام ضد ایرانی حاکم بر ایران. و خب از چندین در واقع پروژه مختلف هم تشکیل میشه. حالا این پروژه هنوز در واقع عملیاتی نشدن، بعضیاش در واقع در آغاز راه به سر میبرن. مثلا شما فکر کنید، حالا من البته نمیتونم به دلایل تشکیلاتی همش رو هم الان بگم، به هر حال اینا اعلام میشن، ولی خب مثلا به راه انداختن رسانه در شبکه‌های اجتماعی و گسترده تر کردن اون و پر مخاطب کردن اون قطعا یکی از پروژه هاست. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم انعکاس صدای مردم باشیم به غربی ها. ما قطعا در واقع یکی از برنامه هامون اینه که در واقع دزدی ها و فساد حاکم بر ایران و نارضایتی مردم از رژیم حاکم بر ایران رو به گوش غربی ها برسونیم، چون خودتون میدونید، ما هم میدونیم، هواداران رژیم در خارج از کشور بسیار فعال هستند. گروه های اصلاح طلب و اعتدالگرا در خارج از کشور نیرو دارن، این نیروها در واقع به زعم ما اطلاعات غلط به غربی ها میفروشن و ما میخوایم این اطلاعات غلط رو تبدیل به اطلاعات صحیح کنیم تا غرب، منظورم در واقع افکار عمومی، در واقع افکار عمومی در غرب بتونه یه شناخت خوبی به دست بیاره از اون چه در ایران داره. خیلی کوتاه اگه جواب بدید، شناخت به دست بیاره که چه کنه؟ میگید عملی، میخوام ببینم اون عملی که غرب برای شما بعد انجام بده یعنی چی؟ خب ما صراحتاً گفتیم، که در واقع کمک خارجی برای هر گونه تغییری در ایران لازمه. شما ببینید، خمینی قبل از انقلاب به در پاریس به عنوان رهبر اپوزیسیون به کارتر پیغام داد که در واقع به ارتش بگه که حمایتش رو از شاه برداره و در واقع این هم میاد فروش نفت به غرب رو تضمین میکنه و جلوگیری از نفوذ کمونیسم رو هم در رژیم بعدی در واقع تضمین میکنه. بله. خب آقای خب جنرال هایزر برای چی اومده؟ خب آقای خمینی کمک گرفته. مگر در واقع عناصر انقلابی 57 انقلاب اسلامی، مگر صدام حسین کمک نگرفتن؟ مگر آقای دعایی در واقع رادیویی که به واسطه آقای خمینی در واقع تأسیس شده؟ آقای کیانی عالی، من متوجه نکته شما شدیم، به تفصیل توضیح دادید. میخوام اینجا از آقای نگهدار بپرسم که روشی که آقای کیانی و همفکرانشون فکر میکنن جواب میده اینه که حالا دست به دامن کشورهای خارجی بشن و هر طور که شده حکومت رو در ایران براندازی انجام بدن. چه ربطی داره؟
مثلا حالا ذهنیت مردم در غرب نسبت به ایران خیلی بد میشه. خب من فکر نکنم از دوران گروگانگیری بدتر باشه. خیلی هم ناراضی بشند از حکومت ایران. فکر نکنم اتفاقی در ایران بیفته. باید مسئله با خود مردم ایران حل بشه. این نیروهایی که الان جمع شدند، قبلا هم نامه نوشتن به آقای ترامپ که به داد ما برسید و تحریم ها رو بگذارید برای ایرانی ها، دو سال و نیمه دارن کار میکنن که این کار رو پیش ببرن و الان هم مفتخر هستن که علیه ایران یه سری کارهایی رو توی دولت ترامپ کردن که تحریم ها رو برای ایران گسترش بده. خب این تحریم هایی که گسترش پیدا کرده کلن ایران رو ضعیفتر میکنه و مردمش رو فقیرتر. کاری به تغییر رژیم نداره. تغییر رژیم همونجوری که در انقلاب بهمن اتفاق افتاد یک برآمد توده‌ای وسیع سازمان یافته و من روی این سازمان یافته انگشت میذارم. تغییر سیاسی، حالا تغییر رژیم هم بگیم یا تغییر در رژیم بگیم، اینا به یه تشکل وسیع اجتماعی در داخل کشور احتیاج داره و اینا ندارند. اینها همه رفتن متوسل شدن به آقای ترامپ که او برای ما کاری برای دموکراسی بکن. اونم به کی؟ به آقای ترامپ که شهرت جهانی داره، در همه جای دنیا زیر فشاره برای پشت کردن به دموکراسی، برای زیر پا گذاشتن حقوق زنان، برای از بین بردن محیط زیست و غیره. نگهدار اگر نگاه بکنید به شعارها اشاره کردن. این در این نکته که در داخل ایران گروهی هستن که در شعارهاشون از این میگن که ایران رو میخوان پس بگیرن، شکی وجود نداره. شما 14 مبارز سیاسی بودین، کارهای سیاسی کردین اینجا، چه تغییری شما تونستین ایجاد بکنین بدون کمک گرفتن از کشورهای خارجی که حالا فکر میکنید کمک گرفتن از کشورهای خارجی کار بدیه؟ ما به تجربه تاریخی 40 سال گذشته که تاریخ برای خودش میتونیم اشاره بکنیم و میتونیم اینو بست بدیم توی 110 سال گذشتم تجربه ایرانی ها رو ببینیم که چگونه تغییر در خودشون به وجود آوردن. تغییراتی که با کمک نیروهای خارجی بوده، یکیش کودتای 99 بوده، یکیش کودتای 53 بوده، 1953 یا 32 بوده و قبلش هم که به توپ بستن مجلس زمان محمد علی شاه، اینا هیچ کدوم خیر برای ایران نیاورده. یک تغییر مهم که با فشار خارجی در ایران به وجود آمده، شما نام ببرید که ما بتونیم به اون امیدوار بشیم. وقتی تو منطقه هم میریم، عراق رو میبینیم، افغانستان رو میبینیم، لیبی رو میبینیم، سوریه رو میبینیم، اینا با تغییر خارجی خواستن تغییر به وجود بیارن که واقعا فاجعه است. مردم ایران امروز میترسن از اینکه اون بلاها سر ایران به دست این آقایون بیاد. آقای کیانی پاسخ شما؟ میبخشید، من از شما در واقع فقط یک انتقاد بکنم. ما دست به دامن کشورهای خارجی نشدیم. ببینید مرکز ثقل تغییر در داخل کشوره. ببخشید آقای نگهدار، شما صحبت کردید، من بله بفهمید آقای کیانی، مرکز ثقل تغییر در داخل کشوره. اما همونطور که جمهوری اسلامی در این دوران از اروپا بسته حمایتی میگیره، همونطور که جمهوری اسلامی از روسیه در واقع کمک میگیره، ما در واقع کمک خواستنمون از کشورهای دموکراتیک غربی به طریق اولا مشروطره. ما میخوایم که در واقع بتونیم این وحشیگری رژیم حاکم بر ایران رو از طریق یک کمک خارجی در واقع مهار کنیم تا مردم بتونن به واسطه یه تضعیف دستگاه سرکوب خواسته های خودشون رو بهتر پیش ببرن. ببینید واتسلاو هاول به صراحت کمک خارجی رو لازم میدونه. من فکر میکنم در زمینه در واقع ایجاد تغییر واتسلاو هاول مشروعیت بیشتری از آقای نگهدار داشته باشن. دزموند توتو و نلسون ماندلا عملا از کشورها میخواستن، دنیا میخواستن که رژیم آپارتاید حاکم بر آفریقای جنوبی رو تحریم کنن. من فکر میکنم که در واقع نلسون ماندلا میتونه اما فکر نمیکنید که درخواستی که در مورد آفریقای جنوبی وجود داشت ذاتاً با جریانی که در ایران داره اتفاق میفته متفاوت از این جهت که حکومت آپارتاید مجبور بود به حرف آمریکایی‌ها گوش کنه. حکومت جمهوری اسلامی چرا باید به حرف کسی گوش کنه؟ فشار خارجی چه تغییر ایجاد میکنه؟ این همه تحریم آیا رویش رو تغییر داد؟ قطعا در واقع مطابقت در واقع نل به نل وجود نداره، ولی مسئله اینه که همونطور که در واقع فرد متوهمی مثل آقای خامنه‌ای در واقع به نرمش قهرمانان تنداد، قطعا
فشار خارجی، اگر در واقع اون گلوگاه های رژیم در واقع بهش فشار بیاد، رژیم هم تن میده. شما آقای نگهدار گفتن که مردم ایران فقیرتر میشن، از پس از برجام 100 تا 150 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده در واقع آزاد شدن. اون پول چه اثری در زندگی مردم داشت؟ چرا خط فقر به 5 تا 6 میلیون رسیده؟ چرا فرمانداری بله. میاندو که در 6 ماه اخیر آمار خودکشی در این شهر بیشتر شده؟ بله. من فکر میکنم آقای نگهدار، ببخشید من حیرت زدم که آقای نگهدار به جای عذرخواهی از مشارکتشون در فاجعه‌ای به نام انقلاب اسلامی و همکاری با عوامل سرکوب جمهوری اسلامی در دهه 60 دارن به ما ایراد میگیرن که چرا برانداز هستیم و چرا میخوایم براندازی کنیم. آقای نگهدار بذارید من این رو از بذارید حرف آقای نگهدارم بشنوین، چون شما به شدت بیشتر از آقای نگهدار صحبت کردین. آقای نگهدار پاسخ. من به هیچ وجه موافق این نیستم که کسانی که میخواهند رژیم جمهوری اسلامی ایران تغییر بکنه اینها از حق فعالیت در کشور محروم باشند. باید کشور ما به تمام نقطه نظرها اجازه بده که آزادانه حرفای خودشونه بزنند و اگر ما بتونیم یه همچین چرخشی در کشورمون درست بکنیم که متاسفانه الان یه همچین شرایطی وجود نداره که بشه نیروهای سیاسی مختلف در داخل کشور گرده هم بیان و مسالمت‌آمیز بشینند حرفای خودشونه بزنند. ایشون به من میگن چرا با اونها مخالفت میکنی؟ من با برانداز بودن کسی مخالف نیستم و جریانم میتونه وجود داشته باشه در این براندازی بگه من مخالفم از بیخ با جمهوری اسلامی مخالفم. باید حق گفتگو داشته باشه. اون چه که مورد سوال برای من این هست که چرا منابع قدرت خودتون رو، اتکای خودتون رو داخل کشور منتقل نمی کنید؟ چرا منابع مالیتون رو از این مردمی که آسی شدند به دست نمیارید که متأثر میشه به ایران خارجی؟ مردم که داخل ایرانن چطور میتونن از یک اپوزیسیون در خارج از ایران حمایت بکنن؟ چطور نمیتونن پول بفرستند؟ اگر اینها همون فقرها دونه یک تومن هر کدومشون بفرستن، اینا میگن 70 میلیون طرفدار ما هستن، یعنی روزی 70 میلیون تومن میتونن پول داشته باشن. حالا جدا از تحریم های بانکی و هزار یک مشکلی که فرستادن پول داره، اگر بخوان رابطه داشته باشند، خب گروه های سابق هم کار میکردن، از درون کشور مورد حمایت قرار میگرفتن، در درون کشور هم کار میکردن. الان ببینید اینها در زندان های ایران نگاه کنید، تمام زندان‌های ایران مملو است از کسانی که روزنامه‌نگار بودند، فعال زنان بودند، فعال دانشجویی بودند، فعال مدنی بودند. هیچ کدومشون دنبال براندازی با کمک آقای ترامپ نبودند و نیستند یه همچین کسانی در ایران. بنابراین بله. نیروی اصلی باید در داخل کشور باشه. من فکر می‌کنم این نکته بحث رو بگذارید همینجا خاتمش بدیم. من می‌خوام بحث رو یک کمی جلوتر ببرم، از آقای کیانی راجع به بخش رهبری بپرسم. شما در همین بیانیه‌ای که منتشر کردید در سایت خودتون هم گذاشتید از رضا پهلوی به اسم رهبر نام میبرید که در زمان فروپاشی جمهوری اسلامی به قول شما هر وقت اتفاق بیفته دولت موقت رو او تشکیل بده. چرا رفتید سراغ کسی که 14 هست شناخته شده بوده و پای مردمیش هم مشخصه چقدر آدم جدیدی نبود؟ ببینید من فقط یک جمله سریع بگم که اولا درسته ما از استقبال میکنیم از فشار دولت‌های غربی بر جمهوری اسلامی به خاطر تضعیف دستگاه سرکوب که بتونه در واقع پروژه براندازی رو پیش ببره، ولی خودمون هیچ کمک خارجی یک دلار هم دریافت نکردیم. اینو من فقط در واقع بگم. و یک نکته دیگر رو میخواستم بگم، این که شما فرمودید چرا رضا پهلوی. رضا پهلوی ببینید ما برامون خیلی مهم هستش که در واقع در جریان تعقیب همبستگی ملی و یک پارچگی کشور در واقع حفظ بشه و از این رو فکر میکنیم که برای رسیدن به چنین مقصودی ما نیازمند این هستیم که یک شخصیت مورد وفاق رو داشته باشیم. البته بسیاری هستن که در واقع از رضا پهلوی در واقع خوششون نمیاد، ولی ما در شعارهای دی 96 دیدیم و البته در واقع میتونیم اون به اصطلاح کامنسنسی که در واقع میگیریم از جامعه ایرانی بفهمیم که شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح در واقع از دو شخصیت بسیار محبوب هستن در ایران. و نکته بسیار مهم در رهبری دوران گذار اینه که اون رهبر در واقع شناخته شده باشه. الان شما از دهات بلوچستان تا دهات آذربایجان همه ولیعهد سابق ایران رو میشناسن و شما هیچ شخصیتی همعنان با شاهزاده رضا پهلوی نمیتونید ببینید که به اندازه ایشون شناخته شده باشه. البته این به معنی این نیستش که خود
ایشون زحمت این شناخته شدن رو کشیدن، نه، در چنین موقعیتی قرار داشتن، در چنین موقعیتی قرار گرفتن و البته ما ایشون رو آدم سالمی میدونیم. ایشون در واقع ایشون از هر رذیلتی که کارگزاران ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه به اون آغشته هستن بریست و من فکر میکنم همین که در واقع به هیچ عنوان دستشون به سرکوب و دستشون به خون مردم در واقع آلوده نبوده، خوبه. از سفره انقلاب سهمی ندارن، سفره ای که از ایران تا ونزوئلا پهنه. بله آقای نگهدار، این اصطلاح ارتجاع سرخ و سیاه که در اون تابلوی هم که درست کردن در اعلام حزبشون نوشته بودن، من رو توجه هم جلب کرد، چون حزب جمهورخواه آمریکا و آقای ترامپ با رنگ سرخ شناخته میشه، عربستان هم رنگش سیاهه، یعنی یه نوع پیغامیه که ما پشتیبانان بین‌المللیمون این نیروها هستند. من خیلی خوشحال میشدم اگر پشتیبانان بین‌المللی آقایون کسانی بودند که در کنفرانس پاریس پیش آمدن برای مثلا محیط زیست میخوان کار بکنن، یا برای جنبش زنان درست شدن که میخوان در امریکا تغییر درست بکنن. توصیه هم بهشون میکنم که اگه پشتیبانان خارجی میخواید درست بکنید، کسانی که نیروهای مترقی دنیا حساب میشن اونها رو بکشید پشت خودتون، نه کسانی که به نجات پرستی و کودک کشی و اینها در دنیا مشهور هستن. اما در مورد رهبریشون که شما سوال کردید و ایشون در مورد موقعیت شاهزاده رضا پهلوی یک همچین صحبت هایی کردن، من یه مشکلی دارم با کل خاندان پهلوی که از ابتدایی که اینها شروع کردند اون باور به ملت ایران و مردم ایران و توانمندی مردم ایران در این خاندان نبود، باور به توانمندی غرب بود که بخواد در ایران تغییر درست بکنه و همش هم حواسشون به این بود که آیا از اونجا پشتیبانی میشند یا نه، و خب این کار نمیکنه. ملت ها امروز فرق میکنند با 100 سال پیش که مثلا محمد علی شاه بره تزار روس رو ببینه و براش بنویسه که بله من پشتیبان تو هستم. پشتیبانی جهانی اگر کار میکرد، این رژیم هایی که در سایر کشورها پشتیبانی آمریکا رو دارن میتونستن ثبات و امنیت و خوشبختی برای کشور خودشون به وجود بیارن. ممنونم فرخ نگهدار، فعال سیاسی اینجا در استودیو همراه من، و همینطور از طریق اسکایپ علیرضا کیانی، فعال سیاسی و عضو گروه تازه تأسیس فرشگرد.